اگه درست بود گزینه یک هست میشه، حالا میایم اینا رو دعوا میندازیم. بریم سراغ آموزهای منهای دو. پس بچه من هر جا آ دیدم منفی دو میذارم. مهران چون ممکنه بچه ها برن دو دقیقه طول بکشه. آزمون دارید، هفته بعد یک روب قبل از کلاس آزمون دارید. دیگه آزمونتون هم مثل قبل نیست که 10 تا سوال بدم 30 دقیقه وقت، 10 تا سوال میدم 13 دقیقه وقت، حواستون باشه. فقط هم تست های کلاس آنلاین آفلاین ها رو بررسی میکنید. 15 تا قبلا آفلاین دادم، 30 تا الان آنلاین، بعدی کلاس هم بقیه آنلاین ها رو به صورت آفلاین حل میکنم. بوده 50 تا تسته، همینا رو میدم، یه خوردم عددش رو تغییر میدم که حفظ نکرده باشه، حواستون باشه. برای حضور در کلاس هم شرکت و آزمون اجباریه. خب دو چی میگفتیم؟ آقا ما آو چند گرفتیم؟ منفی دو. پس من به جای این آه میذارم منهای دو. ببین چه اتفاقی میفته، میشه منهای دو ایکس به علاوه دو ایکس به روی x به علاوه 1 مساوی x2 منهای x. حالا رو این کار کنم، قیافش جوریه که امکان تجزیه کردن وجود داره. بچه من تو صورت اولین کسر میتونم از منهای 2x فاکتور بگیرم، از منهای 2x یه x2 میمونه چون منهاشو گرفتم، دوشم گرفتم، یکسشم گرفتم، از اون 2x هم یه منهای 1 میمونه. چرا آقا منهای 1 میمونه؟ خب 2xش رو گرفتیم، یه منها ازش گرفتیم. از مثبت وقتی یه منها بگیری منفی میمونه، این اگه نمیدونستی بدون، از مثبت وقتی یه منها بگیری منفی میمونه، چون منفی منفی میشه مثبت. خب این به چه دردی میخوره؟ الان صورتمون که از یه منهای 2x فاکتور گرفتیم، اگه دوباره بخوام بنویسم اون x2 منهای که تعداد مزدوجه میشه x به علاوه 1 در x منهای 1، یک سوال و یکم مخرج داریم. اون طرف x2 منهای x میتونم از x فاکتور بگیرم، میشه x منهای 1. خب الان شما اینجا نگاه کن چه عامل های مشترکی داریم بچه. x تو دو طرف مشترکه، گفتم میتونی حذفش کنی ولی حتما مساوی صفر قرارش بده. این شد یک ریشه دیگه. x منهای 1 تو دو طرف مشترکه، میتونی حذفش کنی ولی گفتم حتما مساوی صفر قرار بده. خب الان من x منهای 1 رو مساوی صفر قرار بدم، x هم میشه 1، اینم شد 1 ریشه. دیگه چی مشترکه بچه ها؟ x به علاوه 1 در صورت و مخرج حذفش کنیم، من هیچ مشکلی با حذف کردنش ندارم. x علاوه 1 هم حذف کردیم، اما این دیگه اینو میتونی مساوی صفر قرار بدی و x میشه منهای 1، اما این ریشه نیست چون از صورت و مخرج حذفش کردیم. خب الان ما چند تا ریشه به دست آوردیم؟ دو تا، یکیش صفر یکیش 1. سوال چی گفته بود؟ اون منهای یکی که قبول نشد، سوال چی گفته بود؟ سوال گفته بود سه تا ریشه داریم. ما چند تا ریشه به دست آوردیم؟ دو تا. کی باعث شد که ما دو تا ریشه به دست بیاریم؟ این آ مساوی منفی دو. پس این منهای دو غیر قابل قبوله. چرا؟ منهای دو دو ریشه میدهد. بچه وقتی ما به جای آ گذاشتیم منهای دو، دو تا ریشه به دست آوردیم، یکیش صفر یکیش یک، در که طراح سه تا ریشه میخواد. پس منهای دو غلطه. کدوم گزینه ها منهای دو رو دارن؟ گزینه دو منهای دو داره، خاک بر سرش. گزینه سه منهای دو داره، خاک بر سرش. گزینه چهار منهای دو داره، بره بمیره. کی میمونه؟ گزینه یک. و من الله توفیق. با این عمل کرده من سر کلاس و اون کاری که تو قراره انجام بدی، اگر درست انجام بدی من می نویسم امضا میکنم، ما کنکور امسال رو میتره کنیم. اما اگر نه اومده بودی سر این کلاس من برای سوت بلبلی بزنم، بشینم اینجا پامن بندازم این بالا بگم خب حالا یه دو میندازیم اون تو یا فلان، یا مثلا نمیدونم بچه ها بیاید دعا بخونیم، این چیز نداریم، کار من نیست، من بلد نیستم. اینجوری ما میریم کنکور رو میتره کنیم. به برکت این ایام عزیز، به برکت این وقت عزیز، به برکت دعاهای خیر پدر و مادرتون و در سایه الطاف الهی و به مدد تجربه من و تلاش تو،
میترکونیم، کنکور رو میترکونیم، محبت میکنید. ببینید کاری که از حالات جبهه، چقدر کار داری، گوش کن، نرو، دو دقیقه دیگه واسه نمیمیری. کاری که از حالات جبهه بعد داری، یک، اگه آفلاین مبحث رو ندیده بودی قبلا برو ببین. دو، اون تست هایی که تو آفلاین گذاشتم 15 تایه سعی کن حل کنی خودت، راه حل نوشتم برات. سه، این 30 تا تست رو دوباره خودت بشین حل کن. چهار، تو این 30 تا تست سریاش حل نشد، من حل میکنم برات میفرستم، یه تعداد بیشترم حل میکنم.